سلام دوستای عزیز، خسته نباشید. باز هم شگوفه حسنی هستم با لکچر پنجم و ششم در مضمون اساسات شبکه. در درس های قبلی ما روی وسایل اند یوزر دیوایس صحبت کردیم و همچنان در کل موضوع جلسه قبلی ما این بود که اجزای یک شبکه چی هستند، یک شبکه از کدام بخش ها ساخته شده. و ما گفتیم که از اند یوزر، از دیوایس ها ساخته شده. اگه دیوایس ها میتونه که اند یوزر باشه و میتونه نتورک دیوایس باشه. و بعدش گفتیم که از پروگرام ها ساخته شده و همچنان از پروتکل ها ساخته شده. با ادامه لکچر چهارم ما یا جلسه چهارم ما، امروز روی جلسه پنجم بحث میکنیم. باز هم موضوع جلسه ما اجزای ارتباط با شبکه هستن و در بخش اجزای ارتباط با شبکه ما روی وسایل شبکه بحث میکنیم. وسایل شبکه را گفته بودیم که به دو نوع هستن، یکی نتورک دیوایس هستن، یکی هم اند یوزر دیوایس هستن. با ادامه امون لکچر امروز روی نتورک دیوایس ها صحبت میکنیم. اهداف جلسه ماست من پول یا بریج را توضیح بدن، سویچ را توضیح بدن و همچنان راوتر را. اولین عنوان ما را از بریج یا با اصطلاح دری برش پول میگیم شروع میکنیم که بریج یا پول چیست. در تعریف بر ما گفته که بریج وسیله ای است که دو شبکه را طور به هم وصل میکند که به صورت یک شبکه واحد عمل کنند و توانایی تشخیص مکادرس را دارد. به این معنا که ما اگر بخوایم که یک شبکه لن را به دو قسمت تقسیم کنیم و به دلایلی که ترافیک را بتانیم بهتر مدیریت کنیم، افزایش ترافیک کمتر شود و مدیریت شبکه بهتر صورت بگیره، ما در این صورت است بریج کار میگیریم. در سلاید هم بر شما نشان داده شده، اگر ما این کار را استفاده از بریج را روی یک مثال در تخته برتان نشان بدیم، ما یک شبکه لن داریم که دارای دو سگمنت یا دو قسمت هستن. این میشه سگمنت A ما، این میشه سگمنت B ما. ما این دو سگمنت یا دو قسمت را میتونیم با استفاده از بریج و یا پول بدلی برش میگیم با همدیگه وصل کنیم. بریج در این قسمت به چی شکل عمل میکنه؟ بریج دو قسمت یک شبکه لن را با همدیگه یک جای میکنه و با اساس آدرسی که میشناسه، آدرس مک است، نوع اطلاعات یا دیتا را تغییر نمیده. فقط کارش این است که دو بخش را با همدیگه یک جای کنه. یا ما یک شبکه لن که چندین قسمت داره اونا را بخوایم که بخش بندی کنیم تا اینکه امو ترافیک، حجم ترافیک یا افزایش پیدا نکنه و امی مدیریت شبکه ساده تر شوه. بریج خصوصیتش این است که در اینجا گوش میده، یعنی منتظر است که از کدام سگمنت اطلاعات میخواه به سگمنت دیگه ارسال شوه. زمانی که لین یا مسیری که اطلاعات انتقال میکنه او را خالی بیافه یا ببینه که فرصت است، باز اطلاعات از یک جا به جای دیگه انتقال میده. وسیله بعدی ماست سویچ. سویچ را برای ما میگن که وسیله است که مانند هب برای وصل کردن کامپیوترها و وسایل دیگر مورد استفاده قرار میگیرد. این تعریفش است. و چند خصوصیات چه گفته؟ گفته سویچ میتونه 8, 16, 24 یا 48 پورت باشه. گفته سویچ آدرس مک را میشناسد، نوع فرمت دیتایی که در سویچ می فریم است. سویچ فرمت دیتا را تغییر میدهد و ادامش. اگر موضوعات روی سلاید را بیاییم یک کمی در اینجا ساده تر بسازیم. روز پیش دیاد دانست که ما هب را خوانده بودیم. هب را گفته بودیم که هب وسیله است که چی میکنه؟ کمپیوترها را با هم وصل میسازن. اما اینجا یک مشکل وجود داشت در هب.
مشکلی که وجود داشت هب آدرس را نمیشناخت. زمانی که برای هب یک پیام میرسید، امو آدرس امو پیام را هب برای همه گیرسال میکرد و اینجا ترافیک بالا میرفت، محرمیت اطلاعات از بین میرفت. این مشکلات بود، اطلاعات را برادکاست میکردن. ما اگر در یادتان باشه، ما می هب را با یک فرد بی‌سواد هم مثال داده بودیم که باش نامه برسه و رو بگیره در تمام خانه ها تقسیم کنه، به جای اینکه آدرس شه بخونه. به این دلایل بود که از هب برای فعلا بیشتر استفاده نمیشه و جاگزین ازی سویچ. سویچ از جمله وسایل نتورک است. نتورک دیوایس است. نتورک دیوایس که چی کار میکنه؟ وظیفهش وصل کردن کامپیوترها در یک شبکه هستند. شبکه لان. سویچ وسیله است که کامپیوترها را در یک شبکه لان با همدیگه وصل میکنه و اطلاعات را از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگه انتقال میده. پی سی 1, 2, 3, 4. 4 پی سی داریم همراه یک سویچ. معمولا هم سویچ وسیله است که در شبکه‌های لان استفاده میشه. در لایر دیتا لینک قرار داره. ما بعدش در لکچرهای بعدی ما روی مدل او اس آی صحبت میکنیم، با لایرها آشنا میشیم و وسایل رو میبینیم که هر وسیله در کدام یک از لایرهای ما قرار داره. نوع سویچ فرق میکنه. ممکن است ما یک سویچ داشته باشیم که 48 پورت باشه، ممکن است سویچ داشته باشیم که 8 پورت داشته باشه و یا 4 پورت داشته باشه و یا هم 16 پورت. ما مشخصا گفته نمیتونیم که سویچ دارای اینقدر پورت است، چون نوعیتش فرق میکنه، ممکن پورت ها هم زیاد و کم شوه. اگر پورت میگیم به چی معنا؟ مثلا اینمی سویچ ما بر فعلا 4 پورت است، در عین زمان توانایی وصل کردن 4 کامپیوتر داره. هر کامپیوتر ما در یک از پورت های وصل شده. پورت 1 بینه میره به اساس شماره از اینا نشته کنیم. پورت 1, 2, 3 و 4. 4 کامپیوتر در 4 پورت سویچ با هم وصل هستند و یک شبکه کوچک را تشکیل دادند. گفته به اساس مک آدرس کار میکنم. هب آدرس را نمیشناخت. بریج هم به اساس مک آدرس کار میکرد. سویچ هم به اساس آدرس مک یا آدرس فیزیکی کامپیوتر کار میکنه. اینه باش آدرس فیزیکی همه. شاید یک چند سلاید بعدتر ببینیم که مک آدرس چیست. اما در اینجا مک آدرس آدرس فیزیکی کامپیوتر ماست که روی یک وسیله قرار داره. روی کدام وسیله؟ روی وسیله NIC. NIC یا Network Interface Card. کارت شبکه ماست که مک آدرس روی ازی حک شده. لیبل شده. حک شده یا لیبل شده به چی معنا؟ به این معنا که اگر من روی تخته را امرای هک چیز تراش کنم، یک چیز را نوشته کنم، این را حک میشم. این آدرس را ما نمیتونیم که تغییر بدیم. قابل تغییر نیست. در یک حالت است، اگر ما مکمل می NIC کارد خود را تبدیل کنیم. هر کامپیوتر ما از خود یک مک آدرس داره. بعداً می‌بینیم که چطور مک آدرس کامپیوتر خود را پیدا کنیم. اما بر فعلا پیش نمی‌ریم، چون به سلاید بعدی پس روی این موضوع میایم. آدرسی که سویچ به اساس از او کار میکنه مک آدرس است. یعنی در کجا مک آدرس را میخوانم؟ زمانی که یکی از کامپیوترها میخواین به کامپیوتر دیگه معلومات را ارسال کنه، به طور مثال PC2 میخواه یک پیام روان کنه. پیامش به کی بیایه؟ برای PC3 بیایه. این پیام میره برای سویچ. سویچ از روی از این پیام چی رو میخوانه؟ مک آدرس شا میخوانه. مک آدرس میخوانه که اینمی پیام برای کی ارسال شده؟ آیا برای 1, 4 یا 3؟ با کدامش ارسال شده؟ میبینه که در روی از اینمی مک آدرس کامپیوتر سوم نوشته است. پس مستقیم وقتی که اطلاعات را گرفت به کی روان میکنه؟ به کامپیوتر سوم. از کامپیوتر دو به کامپیوتر سه مسیج یا پیام ریسیف شد، دریافت شد. این دو کامپیوتر دیگه به خبر است. این خوبی سویچ است. این از جمله انتلیجنت دیوایس باش میگم. دیوایس هایی هستند که آدرس را میشناسند. گفتن نوع اطلاعات را تغییر میدن به این معنا که وقتی که باز هم میگم که در مدل OSI ما شما بریم تعداد لیر ها را که بخوانیم، در هر لیر اطلاعات ما یک فرمت مشخص را میگیره و در هر لیر ما یک عدد دیوایس ها را داریم.
او بعدش مشخص میشه. اما در سویچ این پیامی که از طریق سویچ به یک جا به جای دیگه انتقال میکنه، این پیام رو برش چی میگیم؟ فریم. مجموعه از پاکت ها را فریم میگیم. اما پاکت چی است؟ بعدش میبینیم. نوع دیتای ما در سویچ به نام فریم یاد میشه. یکی از آدرس هایی که روی فریم قرار داره کدام آدرس است؟ مک آدرس. و سویچ هم به اساس این مک آدرس اطلاعات از یک جا به جای دیگه انتقال میده. گفت از سویج از کم یا کانتنت ادرسیبل میمری استفاده میکنم، به این دلیل کلیژن یا تصادم در سویج رخ نمیدهد. اگه این در جایش باشه میاییم پس این طرف. حالا گفتیم که سویج از کمپیوتر دو به کمپیوتر سه ارسال کرد چون مک ادرس خوانده. سوال در اینجاست که سویج چطور این مک ادرس را میخوانه؟ چرا هب خوانده نمیتونست که سویج میتونه؟ حدس بزنین چرا هب آدرس را خوانده نمیتونست؟ حتما چیزی نداشت. و سویچ چرا خوانده میتونه؟ حتما در سویچ کدام چیزی است که در او آدرس ها باید ثبت باشه. فرض کنین ما در تلفونی منه، فرض کنین در یک در شماره را ثبت کردیم، وقتی ما بخوایم برای کسی زنگ بزنیم میریم سرچ میکنیم نام و یاش را پیدا میکنیم برای زنگ بزنیم. اما اگر از پیش ما اینمی شماره کلش پاک شده، در تلفن ما چیز ذخیره ندارم، بعدش راه زنگ زدن ما چیست؟ پس راه ندارم، نه برای زنگ زدن، اما حالت حبس رو ما میریم. سویچ در داخل خود یک جدول داره. جدول سویچ به نام چی یاد میشم؟ جدول مک یا مک تیبل برش میگیم. جدول مک یا مک تیبل داره. و اینمی جدول مک که را به نام کم هم یاد میکنیم، نام اول و این نام دو که در سلایت شما گفته content addressable memory، به این معنی که دارای حافظه است و در داخل از او حافظش اینمی جدول قرار داره و در این جدول آدرس یک، دو، سه، چهار، هر چهار کمپیوتر است. هر چهار کمپیوتر ما در کدام یکی از پورت های سویچ وصل هستند؟ در داخل از این جدول ذخیره است. یعنی سویچ از خود حافظه داره، در داخل حافظه خود یک چیزی یادداشت داره، از روی اونمون یادداشت و جدول خود اطلاعات را میخوانه، میبینه که در کجا است و به اون مقصد را ارسال میکنه. به این خاطر تصادم گفته در سویچ کمتر صورت میگیره. ببینین حالا که مستقیم از دو به سه آمد، بعد یک و چهار نرفت، معلوم دارست که اطلاعات تصادم نکرد، ترافیک افزایش نیافت، اما محرمیت اطلاعات حفظ شد. اما اگر اطور می شد که کمپیوتر دو، یک، چهار، سه همش اطلاع امی پیام را ریسیف می کردن، پس در این صورت که بود که امی یک ترافیک داون می شد، پایین می آمد، یک دیگه تصادم با وجود می آمد، کینی مشکلات در سویج وجود نداره. اینجا یک چیزی گفته بر ما در سلاحی گفته فرق سویج و بریج در چی است؟ بیش از اینکه در فرق سویج و بریج بریم، شما این سوال را یادداشت کنین، باز بر ما یک حدس بزنین که چی است. بیاین یک بار روی جدول مک بریم. در سلاحی شما هم جدول مک را بسیار خوب تشریح کرده، گفته در داخل جدول مک دو چیز است. مگم جدول مک از این سویچ را اینجا ترسیم کنم. جدول مک که داخل میمیریش است شامل دو قسمت میشه. در یک قسمت از این پورت های سویچ است. چی است؟ پورت سویچ. پورت یک، دو، سه، چهار. یک، دو، سه، چهار. یا در سلاید میبینین ایدرنت یک، دو، سه یا فست ایدرنت و غیره. بخش دوم ما شامل چی است؟ شامل مک آدرس ها. شامل مک آدرس. مک آدرس چی؟ مک آدرس کمپیوتر یک مثلا. این مثال است. البته مک آدرس دیگه به این قدر سادگی نیست که ای صفر نوشته کنیم یک. مثلا دوم ما باشم ای صفر دو از کمپیوتر دو، از کمپیوتر سه باشم
A03 از کامپیوتر 4 باشد. A04 کامپیوتر 4 با پورت 4 وصل است. کامپیوتر 3 با پورت 3 وصل است. کامپیوتر 2 با 2، کامپیوتر 1 با 1 وصل است. زمانی که برای سویچ پیام میرسند، این پیام را سویچ دریافت کرد، خواهد معلوم دارست که در سویچ می. سویچ مک آدرسی که روی از این نوشته است میخوانه که برای کی ارسال شده. میبینه که در این مک آدرس نوشته است از این ما چند بوده که A03. A03 نوشته است. میایه A03 را در اینجا میبینه، اول در لیست خود. A01؟ نه. A02؟ نه. این چلیپای ما حالت مثبت به خود گرفته. میایه این را پس کچ کنیم. نیست. A02 هم نیست. میایه؟ A03 است. بله، یافتم. در تیبل خود یافتم که A03 است. حالا چی میکنم؟ میره در مقابل A03 پورتش را میبینه. این در کدام پورت است؟ میبینه که A03 در پورت چندومش وصل است؟ در پورت سومش. پس مستقیم در سه روان میکنم. نیاز نیست که برای از اینا ارسال کنم. این چیزی که ما در اینجا تشریح کردم، در سلاید شما هم همطور یک مثال تشریح شده، اما با شما گفته فرق سویچ و پل یا بریج در چیست؟ خراس میگه دابال خواندیم، بریج هم خواندیم، سویچ هم خواندیم، فرقشان در چیست؟ بریج هم به اساس مک آدرس کار میکرد، سویچ هم به اساس مک آدرس کار میکرد، پس فرقشان چیست؟ فرقشان در ایست که سویچ اطلاعات نویت شد تغییر میده، کمو فریم میشنه، فرمت اطلاعات را تغییر میده. اما بریج فرمت اطلاعات را تغییر نمیده، فقط دو سگمنت میکنه تا ترافیک، اما حجمش افزایش نیافته، نتورک بیربار نشه، مدیریت بهتر شد. یکش نویت اطلاعات را تغییر نمیداد و دومی نویت یا فرمت اطلاعات را تغییر میداد. اویی که تغییر میداد سویچ است و اویی که تغییر نمیداد چی است؟ بریج است. کارکرد سویچ گفته بر یکی از سه حالت ها می باشه. این گاهی وقت ما میتونیم بر سادان بگیم که ما سه نوع سویچ ها از لحاظ عمل کرد داریم که یکی کات راد است، استور اند فارورد است و فرگمنتد فری سویچ ها هستند. کاتراد چیست؟ سویچ های کاتراد. نوی اول ما سویچی کاتراد. سویچ های کاتراد. گفته سه یا چهار بایت اولی یک فریم را میخواند تا آدرس مقصد آن را به دست آورده و بعدا فریم مذکور را به مقصد ارسال میکند. ای به این معنا که اگر یک سویچ ما از نوع کاتراد باشه، در شکل در سلاید هم نشان داده شده، سویچ ما از نوع کاتراد است، از طرف یکی از پی سی ها برای یک پیام میایم، مسیج یا پیام میایم. مسیج زمانی که داخل سویچ ها میشه، همینطور مکمل مسیج سربسته انتقال نمیکنه. مسیج تقسیم میشه به بخش های خردتر، به سگمنت ها تقسیم میشه و هر کدام از این سریال میداشته باشه و به اساس این سریال نمبر خود اینا انتقال میکنه در کمپیوتر دیگه. آل سویچ وقتی که یک بسته را دریافت کرد که حدود چند بایت گفته باشه، حدود 4 بایت فرض میکنیم، 4 بایت پیداشت، 4 بایت دریافت کرد که در اینجا آدرس مقصد است، این آدرس است، منتظر ای و منتظر ای پارت نمی باشد، ارسال کردن را شروع میکنم. یعنی که 4 بایت اول را دریافت کرد، آدرس دستنشن یافت یا مقصد یافت که به کی باید ارسال کنه، شروع میکنه دیگه ارسال کردن را. و قسمت های بعدی که برای سویج رسیده رفت گرفته میره و ارسال کرده میره. ای از نوی کاتراد است. کاتراد نوی سویچ های هستند که در خود اطلاعات را ذخیره نمی کنند. و امی که 4 بایت اطلاعات را دریافت کرد، اطلاعات ارسال کردن شروع می کنند.
نو دوم ماست. در شکل هم ببینین وقتی که شش باید تکمیل شده دیگه ارسال شروع کرده، باقی یک فریم تمام بخشاش گفته FC است، L1, L2, L4 دیتا است، انتر تایپ است، سورس مک است، دستینیشن مک است، این بخشا یک فریم است و سویج کترات فقط شش باید را که دریافت کرده و آدرس مقصد که یافته دیگه ارسال کردن را شروع کرده. بهش خود نگاه نمی کنم. نقص و فایدهش بعدش میبینیم که چی نقص دارن و چی فایده. نوع دوم ما استور اند فارورد. استورن چی است؟ فارورد. استورن فارورد نوع دوم ماست. این برعکس کات درات کار میکنه. آل سویچی که ما دارم، یک سویچ دارم، سویچ ما از نوع استورن فارورد است. یک پی سی میخواد با کامپیوتر دیگه یا پی سی دیگه اطلاعات روان کنه. یک دو وقتی که پیام میایم معلوم دار است پیام با بخش های خردتر تقسیم میشه. فرض کنیم این به سه توتا تقسیم شد. سویچ چی کار میکنه؟ توته یک را دریافت کرد، پیش خود نگاه میکنه. توته دوم را دریافت کرد، این را هم پیش خود نگاه میکنه. توته سوم را دریافت کرد، یا مو پیس یا سگمنت سوم را وقتی که دریافت کرد، این را پیش خود نگاه میکنه. یک، دو، سه. هر سه سگمنت را نزد خود حفظ کرد، خطایابی کرد، دید که درش چیز مشکل وجود نداره. حالا که تکمیل شد چی کار میکنه؟ یک بارگی بعدش ارسال کردن را شروع میکنه. ایره میفرسته باز، ایره میفرسته باز، ایره میفرسته. یعنی استور اند فارورد نوع سویچ هایی هستند که اطلاعات را ارسال نمیکنند، بلکه اول پیش خود ذخیره میکنند تا زمانی که تمام بخش های اطلاعات تکمیل شود. وقتی که تکمیل شد، خطایابی کرد، دید که مشکل وجود نداره، باز او را چی میکنه؟ ارسال میکنه. بریم نوع سیومش را میبینیم، باز یک مقایسه میکنیم بینشان که چی فرقای بین از اینا وجود داره. نوع سیوم ما از نوع فرگمنت فری است. اسپلش را ببینیم. فرگمنت فری. این سویچ را گفته که حدود 64 باید دریافت میکنه. چند باید؟ 64. 64 باید را که دریافت کرد دیگه ارسال کردن را شروع میکنه. یعنی نه استور اند فارورد است و نه کترات، نه ذخیره میکنه و نه با 4 باید و 6 باید اول ارسال کردن را شروع میکنه. در این سویچ زمانی که پیام میرسه، امی که 64 باید از این تکمیل شد، بعدش پیام را چی میکنه؟ ارسال میکنه با اون کسی که باید روان شده یا با دست نشان. خوبی 64 بایت چی است؟ معمولا مشکلاتی که در فریم ها وجود می داشته باشه بر ارسال فریم ها در نمی 64 بایت اول می باشه. فرگمنت فری که است 64 بایت را چک میکنه، میبینه که مشکل وجود نداره دیگه، ضرورت نیست که همیشه ذخیره کنه، ارسال کردن را شروع میکنه. پس اگر بین از اینا ما یک مقایسه کنیم، استور اند فارورد ذخیره میکنه که سرعتش کم است به دلیلی که همه چیز را پیش خود جمع میکنه بعدش ارسال میکنه، اما خطایابیش باز بهتر است، اطلاعات با امن ارسال میشه. کات درات کسته سرعتش زیاد است، چون چند بیت را که گرفته که خلاص میکنه و خطایابیش باز کم است. ممکن است که اطلاعات بعدی ما که بیای خراب باشن و ارسال نشن. و فرگمنت فری که هستن بین هر دوش هستن بهتر است، هم خطایابی صورت میره و هم در سرعت کار ما زیادتر تغییر ایجاد نمیشه. در شکل هم میبینید 64 بایت که تکمیل شده فرگمنت فری میره ارسال کرده. ما در قسمت پنجم ما و ششم ما روی از سویچ کپ زدیم، روی بریج کپ زدیم، روی سویچ کپ زدیم، انواع سویچ کپ زدیم و فرقایشان را بس کردیم، مک تیبل را شناختیم که مک تیبل چی است.
سلاید ما ادامه داره، اما در این قسمت یک وقفه میگیریم چون متباقی بخش که وسیله راوتر است او را بخیر در جلسه بعدی روش بس میکنیم و نتیجه گیری سلاید رو باز در همون جلسه میکنیم. برای فعلا خداوند یار و مددگارتان سلامت.